خب من امروز گیتارم آوردم پیش آزاد دوستم، گیتار تک کار درست. آزاد بیایید. بعد آوردمش که بریجش رو عوض کنم. بریج خودش هم خوبه، ولی خب برای کوک بهتر و اینتونیشن بهتر این بریج رو گرفتم، برند تون پروز که یه بریج آمریکایی هم هست. و دیگه حالا مرحله در آوردن بریج رو استارت زدیم و حالا یکی یکی ویدیو رو میگیرم و ببینیم. بله، همین اول کار ما با یه سانحه روبرو شدیم، یک عدد زنبور خیلی گنده. ست هم هست با گیتار و تیشرت من، همون زردیم، الان نمیذاره کارمون رو بکنیم. زنبور رو انداختیم بیرون، خودش فرار کرده اینجا. خب آزاد یه توضیح راجع به این بریجه بده. این بریجه ببین، این بریجی که خودش داشت رو خود ساز، این بریج فابریکش، این مدل ها کلن اینتونیشن جدا برای سیم نداره. تو روی این یکی نگاه بکنیم، البته بعدش هم بخونیم دیگه قرار بندیم. بله ببین، روی اینا به خاطر اینکه سیم روی هر صدل جدا میشینه، یعنی اینا هر کدومش برای سیمه و اینتونیشن جدا برای هر سیم میشه تنظیم بشه، روی این مدل بریج اصلا کلا این خاصیت رو نداره دیگه. در یک حالت کلی میتونین زاویه اینو عوض بکنین که به یک چیز نسبی میرسه، یعنی اینتونیشن خیلی کامل دقیق بهتون نمیده، ولی این خاصیتی که داره اینه که به خاطر اینکه صدلای جدا داره خیلی اینتونیشنش قابل تنظیم تر. ایوال، یعنی کسایی که گیتار فیکس بریج داشته باشن میتونن به این قضیه هم فکر کنن که برای کوک بهتر و تون بهتر و ساستین و اینتونیشن. آره، یعنی خوب خیلی تاثیرات خوبی داره در سرساز. حالا میریم که داشته باشیم. مدل گیتارم بگم یه بار دیگه، توی یه سری ویدیو دیگه هم توضیح داده بودم. این مدل گیبسون لس پال اسپیشیال هست، مدل تی وی ال او و آمریکایی هم هستش، که حالا این سری هم اپیفون هم در واقع دقیقاً همین مدل رو زدن، که پیکاپی که روی این گیتار استفاده میشه پیکاپ P90 هست، که توی یکی دیگه از ویدیوام پیکاپو عوض کردم و راجع به پیکاپای جدیدم صحبت کردم، که حالا اگه ندیدین میتونین برید اون ویدیو رو هم ببینین. پیکاپ سیگنیچر گرگاش هستش، فیشمن دقیقاً، که اونم اتفاقاً آزاد انداخت پیکاپو. از نزدیکم ببینین خیلی تمیزه. اینم که بریج خسته وینتیج گیبسون. روی این ساز بیشترین خاصیتی که، یعنی این مدل بریج و این برند داره، اینه که این پیچ هایی که نگه میداره خود بریج و سر جاش که باهاش ارتفاع سیماتون تنظیم میشه، مال این پیچ به پیچش میخوره، یعنی همون پیچ آپگرید شده دقیقا بسته میشه جای پیچ قبلی. به خاطر اینکه این ساز امریکاییه، پیچی که داره پیچش میلیمتری نیست. این چیه؟ سایزهای پیچ ها فرق میکنه، متریک نیست. و این دقیقا بسته میشه جای خود این قبلی و مدلش هم یک کمکی فرق میکنه. تو اون قبلیه نه دقت کرده بود، نه وقتی که سیمی افتاد روی این کج وای میستاد. توی این یکی به خاطر اینکه این یه دیزاین دیگه شده و این پیچه خودش در حقیقت دو تیکه است، الان روی این نگاه بکنی معلومه این یه دونه که کامله، روی یکی دو تا تیکه است و این بسته میشه روش و بریج رو سر جاش نگه میداره که دیگه زاویه پیدا نکنه. درسته. یعنی برای دقیقاً همین مدل ساز و همین چیز سیستم ساخته شده. بعد به نظر چرا از اول یه همچین بریجی رو نمیان بزنن؟ چون ساز گرون میشه، این کار رو نمیکنن. این الان خودش 100 و خورده یورو قیمتش بود. درسته. اگه میخواستین هم اضافه شه خب قیمتش میرفت بالا دیگه. مثلا نسبت به یک همچین چیزی که یه تیکه یک دسته، این خب ماشین کاریش خیلی بیشتره و
قطعاتی که داره کلا بیشتره و همین چیزای ریز ریزه که قیمت ساز رو یهو خیلی میبره بالا. درسته. یه داستانی که این گیتار داره تی وی ال او، دلیلی که اسمشو گذاشتن تی وی ال او به خاطر این بوده که خب دهه 50 که ساخته میشه تلویزیون‌ها سیاه‌سفید بودن و رنگ این گیتار خیلی سفید مشخص میشده توش، یعنی همه فکر میکردن رنگ این گیتار مثلا سفیده، بعد تلویزیون‌ها که رنگی میشه تازه اونجا مشخص میشه که رنگ این زرد بوده نه سفید، برای همین تی وی ال او که اینجوری اسمشو گذاشتن واسه همینه. گفتم اینم بگم دلیل این که اسمشو گذاشتن تی وی ال او رو بدونیم. خب سیما رو هم دیگه داریم میندازیم و یعنی در واقع آزاد داره میندازه، ببینیم دیگه یه ذره آموزش سیم انداختن هم ببینین بچه ها. این تو این سیمای ستای پایین که وند ندارن در حقیقت و پلینه، ولی بهتره که وقتی روی تیونینگ ماشین میخوایم ببندینش یه دور اول خلاف جهتش برگردونین و از زیر سیم رد کنین که سیم به یه حالت گره خوردنی برسه، دیگه نه کوک در دادنش کم میشه و خیلی اتفاقات خوبی میفته. حالا رو سیم دوم قشنگ رو نشون بده این گره زدنه رو. اینو ترجیح اینه که صافش بکنیم، یعنی در این جهت باشه. آها ببینیم چی کار میخوام بکنیم. سیمو رد میکنیم از توی راه، اگه گره نخوره به بقیه خیلی اتفاقات خوبی میفته، ولی اینطوری اون حدودی که باید خلاص بذارین که دور خود تیونینگ ماشین بسته بشه اونم میذاریم، سیما برعکس میکشیم و برعکس اون جهتی که میاد روی خود تیونی ماشین پیچیده میشه از زیر سیم ردش میکنیم و برش میگردونیم اینطوری و الان شروع میکنیم صفر کردن. یه حال سیمه در حقیقت روی اون یکی قفل میشه و هر چقدر کشیده بشه دیگه اون سفتن وای میسته به همین راحتی. برای سادهایی که لاکین تیونر ندارن این بهترین کار. ببینید سیم یعنی در حالت ایدئالش حدود دو دور سه دور بعد دور تیونی ماشین بسته بشه، بیشتر از اون اگه بمونه خیلی کوک در دادنش زیاد میشه. پس هرچی بیشتر اینجا باشه همچین خوب هم نیست. نه خوب نیست اتفاقا بده. تو گیتارا قشنگ ترین هیل استاک مال کدوم برنده آزاد؟ من خودم هیل استاک گیبسون رو خیلی دوست و اون هگستروم که دقیقا برعکس گیبسون و تمام. خب دیگه داریم وارد مرحله کوک کردن سیما میشیم. پولیتیونه تیس الکترونیک سیم هم دیگه من پیتفال استرینگام تموم شد، مجبور شدم که الکسیر بندازم 1046 مدل اپتی وب و بیدیم که کوک کنیم. آزاد خان جون بریم تو پای کوک. خودم خیلی هیجان دارم که بشنوم ببینم که چجوریه، چون کاملا مشخصه که فرق میکنه. ببین یه سری ها از من میپرسن که خب این هدستاک مدل گیبسون یه مدلی که کج هست این فرمتیه، مثلا میپرسن که مشکل کوک نداری؟ تو میتونی توضیح بدی که این کج بودنش و اینا این داستانش چیه؟ ببین کلن دوتا مدل دسته وجود داره دیگه، یکی اتیکه تخته و یکی یه سری دیگه هست بهش میگن ریورس استاک. توی اینایی که تخت هستن برای اینکه سیم بعد روی خود نات ساز یک فشاری داشته باشه درست بشینه و اگه نه هم خیلی بالا پایین میپره وقتی که داریم باش ساز میزنیم و وقتی که اوپن استرینگ میزنیم خیلی صدای قشنگی بهتون نمیده. توی گیبسون ها
این کار رو میکنن که این فشار همیشه خود رو خود سیم باشه، فشار روی پایین، که روی نات فشار بیاره. تو اون یکی که تخت هست به خاطر اینکه این ماجرا رو نداره یک سری قطعاتی اضافه میشه که سیمو فشار بده پایین، روی مثلا فندرهای استرات و اینا همشون اون قطع رو دارن که حالا یه سری هاشون دو تا دونه دارن برای دو تا سیم، این یک و دو و سه و چهار، یه سری های دیگرشون یه دونه دارن، بستگی به مدلش داره. یک سری هم هستن که مثلا آیبنز و اینا یه دونه یه تیکه دارن، یه فلزه یه تیکه که دوتا پیچ معمولا داره، کلن سیما رو فشار میده پایین. یعنی کاری که گیبسون کرده اینه که اون یه کاری کرده که اون قطعه رو دیگه احتیاج نداشته باشه. پس یعنی در واقع این اصلا آپشن هم هست. آره، برای ساختنش هم سخته هم میشه، چون توی این تیکه نگاه بکنی، این یه تیکه است، ولی خیلی از گیبسون ها هستن که این نکه دو تیکه است، از اینجاش اصلا خطش پشت دسته معلومه که خطی داره و خیلی وقت هم هست که سازه ضربه میخوره از اونجا میشکن. آره یه چیزیه که خیلی احتمال کابوس گیتاریست هست این قضیه. دیگه در مراحل پایانی کوک هستیم. این مرش خوبه، این مرش باید بیاد بالاتر. بسه بیاریمش بالای کم. این اولین دفعه ایه که آید دانای قرار صداشو با بریج جدید بشنوه، هنوز البته اینتونیشنش تنظیم نیست بله. ولی میخوام ببینه اکشنش در چه حال و اینا، ولی میشه چیزایی فهمید. الان با ولوم بسته با هم پیام که لامپش هنوز روشن نشده، با ولوم بسته داره جواب میده فعلا. زیره فرم چیز داره، آکوستیکی داره. به به ببینیم با ولوم باز. Thank you.
خب دیگه مرحله مرحله تنظیم و اینتونیشن. آزاد یه ذره به تیس الکترونیک اعتماد نداره، داره اینم چک میکنه. دو تیونری داریم اینتونیشن رو تنظیم میکنیم. خب دیگه هوا هم شب شد، از عصر مشغولشیم. دکتر حال مریض چطوره؟ خوبه الحمدلله، به خیر گذشت. خب دیگه تست آخر اینتونیشن هم تنظیم شده. اینم از تنظیم بریچ و امیدوارم که به دردتون خورده باشه و مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین.